زندگی با وسواس منفی نسبت به بدن برابر است با تباهی و کمبود. بسیاری از ما که در حال کشمکش با وسواس منفی نسبت به بدن هستیم، تربیت شده ایم تا به محدودیت و کمبود فکر کنیم. ما میپنداریم اگر صاحب چیزی هستیم، ما را برتر از دیگران میکند و نمیخواهیم فردی خودخواه و متوقع دیده شویم. بنابراین خودمان، افکارمان و هر آنچه را میتوانیم دریافت کنیم، محدود میکنیم. یاد بگیرید تفاوت بین فراوانی و سزاوار بودن را تشخیص دهید. استحقاق صدای غرور و خودخواهی است. صدایی است که میگوید شما نسبت به دیگر افراد لایق‌تر هستید. فراوانی از سوی دیگر واقعیتی است که همه انسان‌ها سزاوار آن هستند و اغلب مردم بدون دریافت آن خود را می‌فروشند. همه چیز برای همه به فراوانی وجود دارد. همه ما لایق همه چیز هستیم، از جمله زیبایی، خوبی، رحمت الهی و قدرت. ما لایق زندگی رها از درد و رنج هستیم. ما لایق زندگی توأم با عشق و فراوانی هستیم. ما لایق تمام خوبی‌های جهانیم. زندگی بدون وسواس منفی نسبت به بدن برابر است با فراوانی و سهیم شدن. زمانی که با نیروی قصد ارتباط برقرار می کنید، کشف می کنید که کائنات همواره بخشنده است و به همه بدون محدودیت می بخشد. مهم است خواسته های شما چیزهایی باشد که برای بشر مفید است. پس هرگز نکوشید چیزهایی را در زندگی به دست آورید که می دانید بنا به دلایلی به زندگی دیگران آسیب می رساند. مواردی هم وجود دارند که شما سزاوار آنها نیستید، مانند درد، رنج و سختی. شما هرگز لایق احساس درد، صدمه دیدن و مورد سوء استفاده واقع شدن نیستید. همچنین حق آسیب رساندن به کس دیگری را نیز ندارید. ممکن است احساس درد و رنج کنید، اما مستحق آن نیستید. هرچه بیشتر داشته باشید، بیشتر می توانید سهیم شوید. اگر تناسب اندام دارید، به دیگری هم کمک کنید تناسب اندام داشته باشد. اگر بدن قوی دارید، به فردی دیگر هم کمک کنید قوی باشد. اگر زیبا هستید، به دیگری هم کمک کنید تا زیبا باشد. و اگر سالم هستید، به دیگری هم کمک کنید تا سالم باشد. اگر از عشق سرشارید، به اطرافیانتان هم کمک کنید تا عشق را تجربه کنند. اگر پول دارید، به دیگری هم کمک کنید تا پول به دست آورد. از هر چیزی که دارید، می توانید ببخشید. اما اگر چیزی ندارید، نمی توانید ببخشید. اگر احساس خستگی، فشار، چاقی، زشتی و افسردگی می کنید، تا چه اندازه می توانید بر دنیا اثر گذارید؟ از سوی دیگر، اگر احساس قدرت، انرژی، طراوت، توانمندی و زیبایی می کنید، چه اندازه می توانید در دنیا مؤثر به شما آیید؟ مقداری که می توانید ببخشید با میزان داشته های شما ارتباطی مستقیم دارد و این برای هر چیز زندگی مصداق دارد. یکی از نگرانی های خانم ها این است، اگر زیبا و جذاب باشم، دیگر زنان به من حسادت خواهند کرد. این نگرانی می تواند درباره ثروت، روابط یا هر چیز دیگری هم وجود داشته باشد. این ذهنیتی قدیمی است که به جای آن که بر اساس فراوانی باشد، بر اساس کمبود است. دلیل این که دیگران حسادت می کنند، این است که آنها می خواهند چیزی را که شما دارید، داشته باشند. شما انعکاس توانمندی های آنها هستید. و اگر توانمندیشان ظهور نکند، احساس حسادت می کنند. آنها عظمت خودشان را در شما می بینند و می خواهند به آن دست یابند. آیا فکر می کنید که ممکن است؟ چه کاری را آغاز نمی کنید به دلیل اینکه غیر ممکن به نظر می رسد؟ بسیاری از ما جرأت رویا پردازی نداریم، چون می ترسیم غیر ممکن باشد. نگران این موضوع هستید که شاید به چیزهایی که می خواهید دست نیابید، چون فکر میکنید به سادگی امکان پذیر نیست. شاید برای دیگری ممکن است، اما برای شما خیر. اگر به خود یادآور میشوید که در گذشته شکست خورده اید، پس شکست در آینده هم غیر ممکن است. داستان دیانا. برای مثال به دیانا، یکی از مشترکین مجله الکترونیکی زندگی زیبا بنگرید. او زنی 40 ساله است که 140 سانتیمتر قد و 135 کیلو وزن دارد و به دلیل آنکه از لحاظ جسمی از دردهای مختلف رنج می‌برد، بسیار کم تحرک است. وزن او طی دوران زندگیش بالا و پایین آمده است
و اکنون نسبت به گذشته چاق‌تر به نظر می‌رسد و اغلب اوقات سرشار از نفرت نسبت به خود است. او برای کاهش عدم رضایت خود قرص‌های ضد افسردگی مصرف می‌کند و می‌گوید که اگر خود را بیشتر دوست داشت کمتر به بدنش آسیب می‌رساند. به او گفتم که طرز فکرش مانع از ایجاد تغییر در زندگیش می‌شود. در این میان چه چیزی او را از دستیابی به تندرستی، شادی و عشق که سزاوارش بود باز می داشت؟ او پاسخ داد: به خودم می گویم که غیر ممکن است. من بارها وزن کم کردم و دوباره به وزنم اضافه شده است. چرا باید باور کنم که این بار اتفاقی متفاوت خواهد افتاد؟ من خود را متقاعد کردم که نمی توانم این کار را انجام دهم. بنابراین می دانم دیگر موفق نمی شدم. آیا افکار او برای شما آشنا به نظر نمی رسد؟ از خود بپرسید چه کاری را انجام نمی دهید تا خود را به جایی که در زندگی می خواهید برسانید فقط برای این که می ترسید موفق نشوید؟ به یاد بسپارید که در قصد محدودیت وجود ندارد و بدون مرز، بدون زمان و سرشار از توانمندی است. در این باره دیانا فرض می‌کرد برای اینکه در گذشته به اهدافش دست نیافته است، نمی‌تواند در آینده نیز به آنها دست یابد. او به اشتباه نتیجه گرفت که اهدافش غیر ممکن و دور از دسترس است و دلایل بسیاری وجود دارد که به اهدافش نرسیده است. همان گونه که دلایل بسیاری وجود دارد که شما در گذشته به اهدافتان دست نیافته اید. اما دلیلش این نیست که اهداف ذاتاً غیر ممکن است. بر اساس دلایلی که اینک ذکر می شود، ممکن است در گذشته شکست خورده باشید. به این دلایل توجه کنید. 1. شما به احتمال زیاد برای رسیدن به اهدافتان اطلاعات درست نداشته اید. تحقیقات جدید در حوزه کاهش وزن اطلاعاتی جدید را درباره راه‌های کم کردن وزن در اختیار همه قرار می دهد. شاید برخی از فنونی که اکنون در دسترس شماست پیشتر موجود نبوده است. دیانا می توانست وزن خود را کم کند، اما جنبه های فیزیکی، احساسی، ذهنی و معنوی تغییر ایجاد نکرده بود تا باعث دستیابی به اهدافش شود. 2. شاید بخشی از وجود شما احساس می کند که لایق نیستید یا مطمئن نیست شما آن را واقعا می خواهید. دلایل بسیاری وجود دارد که به طور غیر عمد تلاش های من را خراب می کنیم. 3. شاید حمایت و پشتیبانی های لازم را برای تحقق آرزوهایتان نداشته اید. تحقق هر هدف مستلزم پشتیبانی فراوان است. پیگیری گام های این کتاب از شما به میزان لازم پشتیبانی خواهد کرد. هر چیزی را که اکنون دارید ارزیابی کنید. به زندگی خود نگاه کنید. به جای فرض غیر ممکن بودن دستیابی به اهدافتان به چیزهایی بنگرید که در گذشته شما را از رسیدن به نتیجه باز داشته است. اغلب اطلاعات جدید، کتابی جدید، مربی جدید، معلمی یا یک همراه معتمد، دوست یا همکاری که بررسی می کند چه می کنید یا مطمئن می شود شما کاری می کنید و به شما می گوید چه کنید، می تواند تحولی بزرگ و ژرف در زندگیتان ایجاد کند. بزرگ بیاندیشید. قصد بدون محدودیت را درک کنید. به زندگیتان و جهان هستی از زاویه فراوانی نگاه کنید و از رویاهایتان برای رسیدن به سطوح عالی در زندگیتان و برای خلق زندگی افسانه‌ای استفاده کنید. هر اختراع بزرگ به این دلیل انجام شده است که انسان‌ها خواستند بر محدودیت‌هایی که افراد بسیاری را در دام خود گرفتار کرده است چیره شوند. اگر برادران رایت فکر می‌کردن رویایشان غیر ممکن است، سفرهای امروزی چگونه انجام می‌شد؟ اگر لوی پاستور باور داشت بیماری که همه را می‌کشت نمی‌تواند درمان شود، وضعیت سلامت انسان‌ها چگونه بود؟ اگر هنرمندانی مانند پیکاسو و میکل آنج باور داشتند که نمی‌توانند به چیزی نامتعارف دست یابند، هنر به چه سرنوشتی دچار می‌شد؟ اگر دانشمندان فکر می‌کردند زندگی را فقط با 5 حس می توان دریافت، دنیای فناوری چه وضعیتی داشت؟ اینک نکته را فرا گرفتید. پس بزرگ بیاندیشید. آیا آماده اید که برای قصد خود پشتکار داشته باشید؟ ممکن است در همان تلاش اول، دوم یا سوم به چیزی که می خواهید نرسید. تقریبا تمام موفقیت های بزرگ از دل شکست ها حاصل شده است. توماس ادیسون 10,000 بار آزمایش انجام داد تا سرانجام توانست لامپ را اختراع کند.
او به جای اینکه فکر کند اینها شکست هستند، به سادگی 10,000 راه یافت که با آن لامپ کار نمی کرد. اما همه آن شکست ها به یافتن راهی منجر شد که لامپ را روشن می کرد. شکست های بیان شده فرصت هایی برای یادگیری هستند تا بتوانید دفعه بعد بهتر عمل کنید. اگر در جایی که می خواهید نیستید، به دنبال افرادی باشید که به جایی که شما می خواهید رسیده باشند. از آنها یاد بگیرید. در این صورت خواهید فهمید که نیاز دارید برای تحقق رویاهایتان بیشتر بدانید. در این میان دنیایی سرشار از معجزه و فراوانی وجود دارد که در انتظار شماست تا تجربه شود. احساسات خود را دسته‌بندی کنید. ممکن است خود را در تضاد با مقاصدتان ببینید یا احساس هیجان و انگیزش کنید و لحظه بعد احساس ترس و ناامیدی داشته باشید. اینک به مثال شیرا، یکی از مشترکین مجله الکترونیکی توجه کنید. او زنی 29 ساله است که در خانواده‌ای متوسط با عشق و محبتی سرشار بزرگ شده است و خود را جذاب و تحصیل کرده توصیف می‌کند. او هیچ مشکلی با وزن خود نداشت تا زمانی که برای تحصیل در 2 سال آخر دبیرستان در خارج از کشورش زندگی کرد. او با کشتی مسافرتی به بخش‌های زیادی از دنیا سفر کرد و در حین سفر کمی اضافه وزن پیدا کرد. زمانی که به خانه بازگشت، نامزد و خانواده‌اش تذکر دادند که کمی چاق شده است. شیرا احساس شرمساری می کرد. اما همین که شروع به کاهش وزن کرد، کشمکشی در درونش آغاز شد. برای اینکه دوباره وزنش زیاد نشود، به بی اشتهایی روانی دچار شد. این کشمکش رو به فزونی بود. اما کسی متوجه آن نمی شد. هیچ کس ستیز او با بدنش را نمی دید. اما این مشکلی بود که شیرا را آزار می داد. شیرا روش مرا در این باره آموخت و درباره درگیری ذهنی خود با من گفتگو کرد و پس از تجربه سخت و آزاردهنده نامه‌ای برایم فرستاد. او برای گرفتن گواهی نامه رانندگیش اقدام کرده بود و در همان هنگام خانم متصدی ثبت نام در کلاس رانندگی از او پرسیده بود که آیا باردار است؟ او برایم نوشت: وقتی آن خانم چنین حرفی زد، احساس کردم به هم ریختم. ترس و دلهوره سراغم آمد و با ماشین نزد پدرم برگشتم. با ناامیدی به حال 8 سال میگریستم که برای زندگی با وسواس منفی درباره ظاهرم تلف کرده بودم. هرگز نمیتوانستم از دست آن راحت بشوم. 2 بخش درون من وجود دارد که 1 بخش هماهنگ با نوشته ها و گفته های شماست و بخش دیگری که میگوید فقط باید وزنم را کاهش دهم و بعد از آن همه مسائل حل خواهد شد. من تا مدتی طولانی بر اساس بخش اول شخصیتم شناخته می شدم. اما پس از این هفته بخش دومم را بیشتر احساس می کنم. با وجود این اغلب چیزهایی را که گفتید باور دارم. باور کنید بدن شما وزن مناسب خود را در زمان مناسب باز خواهد یافت و شما رابطه سالم با بدن خود و غذاها پیدا خواهید کرد. همچنین گفتید تصویر او از شما نمادی از خودآگاهیتان است. درست روز قبل از این که در مطب دکتر وزنم را اندازه گرفتم، احساس بدی داشتم و روز بعد آن زن متصدی در آموزشگاه آن حرف را به من زد. امروز احساسی مثبت دارم و رایانامه شما را بارها خواهم خواند. شاید هم آن را چاپ کنم و همیشه همراه خود داشته باشم. هیچ چیز بدی درخواسته شیرا برای رسیدن به تناسب، سلامتی، زیبایی و نیرومندی وجود نداشت. مشکل زمانی رخ داد که او از بخش‌هایی از خود که فکر می‌کرد کامل نیست، انتقاد کرد. در مورد 2 بخش درون شیرا و ما مشکلی وجود ندارد. آرزوی سلامت، زیبایی و اعتبار و همچنین درک زیبایی ذاتی عالی است. پس به سادگی به همه تناقضات اجازه دهید همان چیزی که هست باشد و با ملایمت به بعدی از وجودتان که زیبایی، خوبی و ارزش ذاتی شما را تایید می کند توجه کنید. به پیش روید. فصل بعد ابزار و فنونی را به شما می دهد که نیاز دارید یاد بگیرید تا چگونه خودتان را بپذیرید. شما با پذیرش محض و عشق خالص می توانید رؤیاها و آرزوهای خود را تحقق بخشید. اگر در جایگاهی هستید که شرایط کنونی خود را نمی‌پذیرید، درباره آن بخش از وجود شما که می‌گوید می‌خواهم لاغر باشم یا اگر اندامی که دارم مثل قبل بود، قضاوت یا انتقاد نکنید.
محتوای این کتاب درباره کمک به شما به روشی مفیدتر و پربارتر است. این روش جدید شامل نگاه و احساسی عظیم خواهد بود. بنابراین فکر نکنید باید همه چیز را معین کنید. اکنون از خود بپرسید که اگر تخیلات تصدیق کند که شما لایق عشق، زیبایی و تأثیرگذاری بزرگی هستید، چه احساسی خواهید داشت؟ آنها را بنویسید. قصدهای خودتان را کامل کنید. قصدهای شما راهی دراز را از ابتدای این فصل طی کرده است. اکنون زمان بازبینی هر کدام از آنهاست تا مطمئن شوید به واسطه پیروی از آن به موفقیت می رسید. برای ارزیابی هر کدام از قصدهایتان از خود بپرسید آیا این قصد زیبایی و ارزش ذاتی مرا تایید می کند؟ آیا از آنچه همکنون هستم انتقاد می کند؟ حال را بپذیرید. برای آینده قصد کنید. زمانی که آماده رهایی از کشمکش هستید و آرزو دارید به آرامش برسید، تمایلات خودتان را به قصدهایی که زیبایی و ارزش ذاتیتان را تایید می کند تبدیل کنید. هرچه بیشتر بتوانید خود را به طور کامل بپذیرید و دوست بدارید، این نیرو در جهتی که می خواهید حرکت کنید افزایش خواهد یافت و از زندگیتان بیشتر لذت خواهید برد. نکاتی که باید به خاطر بسپارید. بنا به دلایل زیر، وسواس منفی نسبت به بدن و دیگر افکار، باورها و رفتارهای منفی ارتباط شما را با قدرت قصد تضعیف می کند. 1. ارزش شما با توجه به نتیجه تعیین می شود. 2. کسی را که اکنون هستید نادیده می گیرید. 3. احتیاج و وسواس را در مقاصد شما به وجود می آورد. 4. قصدهای شما را به جای اعتماد بر پایه ترس استوار می سازد. 5. وضعیت کنونیتان را نمی پذیرد. زمان ایجاد قصد از خود بپرسید 1. آیا باور دارم که لایق آن هستم؟ 2. آیا باور دارم که امکان پذیر است؟ برای حد اکثر تاثیرگذاری در تمام افکار، کلمات و کردارتان زمینه مقاصد خود را ارزیابی کنید. از این رو به موارد زیر توجه کنید. 1. عاشقانه همه بخش‌های وجودی خود مثل زیبایی، خوبی و ارزش ذاتیتان را تایید کنید. 2. همچنان که همه ابعاد وجودی خود را ارج می‌نهید، پذیرنده همه چیز باشید. 3. با آگاهی از اینکه قصدهای شما در زمان درست تحقق خواهد یافت، آرام باشید. 4. بدانید که زندگی همواره فراهم کننده است و چیزهایی را که نیاز دارید در زمان مناسب ارائه می دهد. 5. خود را همواره در حال رشد ببینید، چنان که حال را می پذیرید و به سوی آینده گام بر می دارید. 6. روی فراوانی تمرکز کنید و بدانید سرشار از عظمتی هستید که سزاوار آنید و به سوی خود جذبش کنید. 7. بدون محدودیت ها زندگی کنید و بدانید که توانمندی های شما به طور ذاتی نامحدود است. قدرت قصد، قدرت عشق است. اگر می خواهید مقاصدتان به بهترین نتیجه دست یابد، همیشه آنها را به شکلی بیافرینید که به عظمت و بزرگی شما اذعان کند. فصل ششم، گام دوم. افکار منفی نسبت به بدن خود را شناسایی کنید و از آنها جدا شوید. اگر با وسواس منفی نسبت به بدنتان در کشمکش هستید، به یقین با افکاری که شما را می‌رنجاند آشنایید و با گوش دادن به آنها نیرو، تندرستی، شادی و زندگیتان را از دست می‌دهید. اغلب ما با این اعتقاد که افکار ما را تعریف می‌کنند، زندگیمان را هدر می‌دهیم. بیان که متوجه شویم که می‌توانستیم به افکارمان توجه نکنیم. خود را از افکارتان جدا کنید. کجای راه را اشتباه می رویم؟ ما در ابتدا افکار خود را بسیار جدی می گیریم یا خود را با آنها تعریف می کنیم و در قبال آن احساس مسئولیت می کنیم. دوم این که ما در چرخه واکنش به افکارمان و پاسخ غیر ارادی به کلی گیج شده ایم. داستان جنیفر. به داستان جنیفر یکی از مشترکینم توجه کنید. او حدود 40 ساله است و 120 کیلوگرم وزن دارد. اینک داستان او را از زبان خودش بیان می کنم. در تمام زندگی خود چاق بودم و همواره با لبخند می گفتم که من به صورت حبابی از چربی با 2 چشم به دنیا آمدم. مادرم زنی زیبا و همیشه نگران ظاهرش بود.
می دانستم که از لحاظ ظاهر هیچ وقت نمی توانم با او رقابت کنم. بنابراین هیچگاه در این باره در صدد نبودم تلاشی بکنم. در کودکی غذا برایم جانشین عشق و توجه بود. اکنون به خاطر ابتلا به افسردگی در بیمارستان بستری هستم و این افکار به سراغم می آیند. من بی‌ارزش هستم و اگر بمیرم برای کسی مهم نخواهد بود. تنفر از خودم خارج از اختیارم است. با خوردن بستنی و چیپس احساس بهتری پیدا می کنم. می دانم که اگر خودم را بیشتر دوست داشتم بدنم را اینطور تخریب نمی کردم. جنیفر یک داستان کلی درباره خود، ارزش‌گذاری به خود، قابلیت عشق به خود و رابطه خود با غذا نوشت که کیفیت زندگی او را تعیین می کرد. او گفت که در نوزادی مانند حبابی از چربی با دو چشم بوده است. تعجب آور نیست که جنیفر با افسردگی مهارناپذیری مواجه است و از آن رنج می برد. زمانی که می گوید به اندازه کافی زیبا نیست، خود را از تجربه عشق محروم می کند و افکار او نسبت به خودش موقعیتی رنجاور و منفی برایش ایجاد می کند. او خودش را با افکارش تعریف می کند و باور دارد حقیقی و واقعی اند. این عدم درک باعث می شود افکارش مهار زندگیش را در دست بگیرد و او را ناتوان سازد. مسیر آزادی. زمانی که کشف می کنیم همان افکار ما نیستیم و مجبور نیستیم به آن گوش فرادهیم، خود را به سمت رهایی آغاز کرده ایم. دکتر دیوید سیمون، مدیر مرکز پزشکی چوپرا می گوید بهترین فکری که می توانید بر آن تمرکز کنید این است که فکر کنید شما مانند افکارتان نیستید. پس بدانید افکارتان شما را تعریف نمی کند. سرچشمه افکار. خب، اگر شما همان افکارتان نیستید، وسواس منفی نسبت به بدنتان از کجا سرچشمه می گیرد؟ در پاسخ باید گفت این کار اغلب از جانب افرادی است که بیشترین تأثیر را روی شما دارند. این افراد می توانند والدین یا همسرتان باشند. الگوهای فکری ما زمانی که بسیار جوان بودیم و والدینمان نقشی اساسی در رشد ما داشتند شکل گرفته است. والدین ما درباره این که ما چه کسی هستیم، قادر به انجام چه کارهایی هستیم و چقدر ارزشمندیم نگرش‌هایی به ما دادند. افکار ما تحت تأثیر معلمان، خواهر، برادر، دوستان و بیشتر افراد جامعه نیز قرار می گیرد. شما افکار خود نیستید، بلکه شاهد افکار خود هستید. متاسفم که ساختار ذهن شما را در هم می شکنم. اما باید بدانید که تنها شمار اندکی از افکار منفی درباره اندام و ظاهر ما افکاری اصیل هستند، چون بیشتر آن را دیگران در ما به وجود آوردند. والدین، معلمان، همکاران و دوستانتان نیز آن افکار را در خود خلق نکرده بودند. آنها افکارشان را از افراد دیگری که در زندگیشان تاثیرگذار بودند دریافت کردند. مسئولیت افکار منفی خود را بر عهده بگیرید. پس ما مسئول خلق افکارمان نیستیم، زیرا این افکار را خودمان به وجود نیاورده ایم. هرچند می توانیم مسئولیت افکار خود را بر عهده گیریم. زمانی که درک کردید افکارتان به شما تعلق ندارد، می توانید آنها را بر این اساس که مفید است یا مخرب دسته‌بندی و انتخاب کنید و به آنها گوش دهید یا خیر. اگر فکری باعث تعالی شما نشود، نادیده گرفتن آن بهتر است. افکار همان انرژی هستند و توانایی اثرگذاری بر روان و جسم ما را در سطحی عمیق دارند. افکار نقشی اصلی را در رشد زندگی، سلامت و شادمانی یا احساس کمبود ما دارند. زمانی که به افکارتان گوش فرا می دهید که از طرف والدین، معلمان، دوستان و جامعه در شما به وجود آمده است، به احتمال خیلی زیاد از آنها رنج خواهید برد. بدون اینکه از افکار و اثر آنها بر خودتان آگاه باشید، می توانید افکاری را که می خواهید اجازه دهید درون شما رشد کند، آگاهانه انتخاب کنید. یک بار که افکار منفی را شناسایی کرده و از آنها جدا شدید، می توانید بذر افکاری مثبت را در وجودتان بکارید که توانایی تغییر زندگی شما را دارند. شما می توانید با تغییر افکارتان واقعیتی جدید برای خودتان خلق کنید. وقتی افکارتان را تغییر دهید، زندگیتان نیز تغییر خواهد کرد. تصور کنید زندگی جنیفر چگونه می توانست تغییر کند اگر او درک می کرد نیازی نیست به افکار دیگران گوش دهد.
می توانست داستانی متفاوت درباره خودش روایت کند که به نتایجی کاملا متفاوت در زندگیش منجر می شد، یا تأثیرات افکاری را که شخصیتش را تا این زمان شکل داده بود تصدیق کند و انتخاب کند که به پذیرش آن باورهای محدود کننده ادامه دهد یا خیر. می توانست داستانی را خلق کند که او را به سوی هدف دلخواهش هدایت کند، به جای اینکه به خود بگوید چقدر چاق، زشت و بی‌ارزش است، می توانست از هر فکر، کلمه و عملی برای تایید زیبایی، درخشش و خوبی و قدرت خود استفاده کند و هر تجربه ای را به عنوان موقعیتی برای تایید ارزش خود به کار گیرد. مجبور نبود همان شرایط اسفناک را بارها تجربه کند، بلکه می توانست به تدریج زندگیش را با تغییر افکارش تغییر دهد. آیا تا کنون از خود پرسیده اید افکار من از کجا سرچشمه می گیرد؟ دلایل علمی بیشتر برای متقاعد کردن شما. می دانم. شما فکر می کنید بس کن سارا ماریا، من نمی توانم فقط با تغییر افکارم زندگیم را تغییر دهم. موضوع خیلی پیچیده تر از این حرف هاست. در واقع این گونه نیست. تنها به گفته های من اکتفا نکنید. بیایید پژوهش های علمی را هم با هم مرور کنیم. چگونه ورزشکاران گفته مرا تایید می کنند؟ یکی از مطالعات حیرت انگیز درباره چگونگی تاثیرگذاری افکار بر واقعیت روشن کرده است که ورزش راهکاری بسیار مؤثر است. بسیاری از ورزشکاران برای بهبود عملکردشان برخی تمرینات ذهنی را مدام انجام می دهند. ورزشکار تصور می کند که در همان لحظه زندگی می کند. لین مک‌تاگارت در کتاب خود با عنوان تجربه قصد مثالهایی جالب زده است. در یک مطالعه اسکی بازان در حال تجسم خود در اسکی به دستگاه خاص EMG وصل شدند. دستگاه EMG برای بررسی الکتریکی حرکت ماهیچه و اعصاب است و هنگام حرکت بدن به مغز فرمانهای گوناگون می دهد. این دستگاه هر تکانه الکترونیکی را که از نورون‌ها به ماهیچه فرستاده می شود ثبت می کند. نتایج به دست آمده از این دستگاه نشان داد اسکی بازان در تصور فرود از تپه همان تکانه های الکتریکی را از خود بروز می دهند که وقتی در حال اسکی از تراشیبی هستند. این بدان معناست که مغز آنها دستورهایی مشابه را به چه هنگام تجسم اسکی و چه هنگام انجام تمرینات اسکی به بدن می فرستد. شما قدرت تغییر افکار خود را دارید. شما هنوز باید تمرین کنید، اما یکی دیگر از مطالعات و پژوهش‌های جذاب در این زمینه نشان داد که قصد ذهنی یا افکار متمرکز می‌تواند ویژگی‌های فیزیولوژیک بدن شما را تغییر دهد. در پژوهش‌هایی که گانگیو، یک روانشناس ورزشی در مؤسسه کلینیکی کلیولند در اوهایو انجام داد، شرکت کنندگان بین 20 تا 35 ساله را که مرتب به باشگاه می‌رفتند و آنها که در ذهن خود حرکات ورزشی را مجسم می‌کردند اما در حقیقت روی صندلی راحتی نشسته بودند مقایسه کرد. کسانی که به باشگاه می‌رفتند توان عضلانی خود را تا 30% افزایش دادند و افرادی که روی صندلی نشسته بودند و وزن برداری را تجسم می‌کردند قدرت بدنی خود را تا نصف آن مقدار افزایش دادند. پژوهشگران تغییرات کمی را اعمال کردند. شرکت کنندگان در این آزمایش تصور می کردند که ماهیچه های دو دست خود را به همان اندازه سفت می کنند که در جلسات تمرین روزانه 5 بار در هفته سفت می کردند. آنها پس از چند هفته 13.5% افزایش در اندازه ماهیچه و قدرت بدنی را مشاهده کردند. این نتیجه تا 3 ماه بعد از اینکه این ورزش تجسمی انجام شده بود باقی مانده بود. شرکت کنندگانی که تمرینات را انجام می دادند توانستند میزان توان بدنیشان را 30% افزایش دهند، در حالی که کسانی که فقط خود را در حال انجام ورزش تصور کردند به 16% قدرت بدنی دست یافتند. دیگر نیازی نیست زندانی صدای ذهنتان باشید. گرچه فعالیت تصور شده اهمیتی مشابه داشت، تأثیرات فیزیکی و ذهنی شفافی هم داشت. مطالعات دیگر تایید کرد که فکر می تواند در حوزه‌های دیگر نیز مانند بهبود سلامت، کاهش استرس و کاهش فشار خون تأثیر بگذارد. می بینید؟ علم نشان داده است اگر شما بتوانید به چیزی فکر کنید یا آن را تصور کنید، در مسیر دستیابی به آن هستید.
آیا نمی توانم هم اکنون تصور مثبت را آغاز کنم؟ متاسفانه نه. گاه توجه به افکار مثبت به ندرت مؤثر است، زیرا بسیاری از ما برای سالیان دراز با الگوهای فکری منفی زندگی کرده ایم. اینک فرض کنید که شما می خواهید در بستری از علفهای هرز گلهایی گوناگون و رنگارنگ بکارید. چرا این کار را انجام می دهید؟ علفهای هرز از جوان زدن گلها جلوگیری خواهند کرد. در ابتدا باید آنها را هرس کنید تا خاک آماده شود. سپس گلها را بکارید و آب و نور مناسب به آنها برسانید تا به راحتی رشد کنند. این کاری است که ما قصد داریم انجام دهیم. در ابتدا ریشه علفهای هرز یا افکار منفی را که باعث گیر افتادن شما شده است هرس می کنیم. وقتی بستر مهیا شد، افکار مثبت شروع به ریشه زدن خواهند کرد و زندگیتان را تغییر خواهند داد. پس بهترین راه آغاز کشف الگوهای فکری کنونیتان است. تمریناتی که در صفحات بعد آمده است به شما کمک می کند الگوهای فکری منفی را شناسایی کنید و از آنها جدا شوید. تلسم را در افکارتان بشناسید. از تمرین شناسایی افکار منفی کشف خواهید کرد که تکراری و بیریشه هستند و ما تمایل داریم آنها را به شدت جدی بگیریم تا زندگیمان را کنترل کنند. اما پژوهش‌ها نشان داده است که آنها چیزی جز نوار ضبط شده کسل کننده ای ثابت و تکراری نیستند که سالهاست به ما چسبیدند و همچنان تکرار می شوند. در مورد آنها همانند جادوگر اوز فکر کنید. او مردی کوچک بود که مردم را با قدرت جادویی خود کنترل می کرد. همه پذیرفته بودند که این مرد قدرتی جادویی دارد. اما پس از مدتی فهمیدند که او فقط یک شارلاتان بود، زیرا از خود تصویر قدرتمند و خارق‌العاده بروز داده بود. تا زمانی که دوروتی به او هشدار داد، واقعیت آشکار شده است. جادوگر اوز فقط یک مرد پیر تنها و نگران بود که می‌خواست برای ارضای حس خودخواهیش به اقتدار برسد. افکار منفی خود را تشخیص دهید. تغییر با آگاهی آغاز می‌شود. شما باید از نحوه برخورد و صحبت با خودتان به راستی آگاه باشید. چنان که متوجه شوید چگونه با خود سخن میگویید، کشف میکنید چگونه افکار، باورها و حالتها بر احساسات شما تأثیر میگذارد و رفتارتان را جهت میدهند. زندگی ما نتیجه افکاری است که مداوم به آنها فکر میکنیم و به هرچه فکر کنیم همان میشویم. اگر مداوم درباره بدن خود افکار منفی دارید، به طور معکوس بر بدن، سلامت و زندگیتان اثر خواهید گذاشت. در گام 4، درباره نحوه تأثیرگذاری افکار بر ساختار بدن صحبت خواهیم کرد. اما اینک تنها همین قدر بدانید که کیفیت افکار شما کیفیت زندگیتان را تعیین می‌کند. نحوه تفکر شما درباره خودتان می‌گوید احساستان در مورد خودتان چگونه است؟ کیفیت دوستیتان چگونه است؟ کیفیت شغلتان چگونه است؟ کیفیت تندرستیتان چگونه است؟ به طور اساسی هر جنبه از زندگیتان چگونه است؟ شما با شناسایی افکار منفی راه را آغاز خواهید کرد. یک دفترچه یادداشت کوچک بخرید که در جیب یا کیف پولتان جا شود و در هفته آینده هر جا می روید آن را با خود ببرید و هرگاه متوجه شدید نسبت به خودتان افکار منفی دارید آن را یادداشت کنید. همچنین احساسات منفی را که همراه با افکار ایجاد می شود یادداشت کنید. اگر این تجربه را نداشته اید، قدم های اولیه ممکن است مشکل به نظر برسد. در صفحه بعد برخی مثال ها را درباره افکار رایج منفی نسبت به بدن و واکنش های احساسی معمول خواهید دید. فرقی نمی کند که افکار منفی نسبت به بدن در ذهن شما خفیف است یا شدید. به هر حال ماهرانه یا غیر عمدی زندگیتان را خراب می کند. این فهرست به هیچ وجه جامع نیست. هر کدام از ما افکار منفی خاص خود را داریم و احساسات منحصر به فردی داریم که از آنها ناشی می شود. احساسات ما می تواند نظیر موارد زیر باشد. خجالت، شرمساری، تقصیر، ترس، انزجار، ناامیدی، حسادت، عصبیت، ترحم به خود، عدم کفایت، خجالت، تنفر از خود، ترس، عدم تسلط بر خود، عدم کفایت، پستی و حقارت، حسادت،
ناامیدی، ترس، وحشت، انزجار، عجز، ناامیدی، عدم کفایت، دفاع، عدم کنترل، کنارگیری، عدم کفایت، ناامیدی، کنارگیری، تأسف، گوشه‌گیری، رنج، شکست، خجالت. افکار ما نیز می تواند نظیر موارد زیر باشد. خیلی چاق هستم. توده چربی پشت رانهای من تهوع‌آور است. کاش پاهایم مثل او بود. باسن من بسیار بزرگ است. اگر چاق شوم از خودم متنفر می شوم. او لاغرتر یعنی بهتر و جذابتر از من است. اگر اندام او را داشتم شادتر بودم. نمی توانم در آینه نگاه کنم. چون بسیار زشتم. اگر این 5 کیلو را کم کنم، آنگاه شاد، موفق، دوست داشتنی و در روابطم موفق هستم. چهره شکستم سن واقعیم را نشان می دهد. با این چروک ها صورتم مانند آلو خشک به نظر می رسد. کاش اندام قبل از حاملگیم را داشتم. من خیلی زشتم. توجه کنید که افکاری را نسبت به اندام دیگران نیز در این جدول گنجاندم. و در حقیقت می‌بینیم تفاوتی بین آن دو نیست. نوع نگاه شما به خودتان درست همان نوع نگاهی است که نسبت به مردم دارید. اگر درباره خود قضاوت می‌کنید، درباره دیگران هم قضاوت خواهید کرد. اگر در مورد دیگران انتقادی برخورد می‌کنید، با خود نیز این گونه برخورد خواهید کرد. زیبایی کار در اینجاست که وقتی یاد گرفتید خود را دوست بدارید، دیگران را هم دوست خواهید داشت. از گنجاندن افکار منفی نسبت به غذا هم در این جدول مطمئن شوید. می توانید هر گونه فکر منفی دیگر و احساسات مربوط به آن را در جدولتان بنویسید. افکار منفی خود را شناسایی کنید. مثال های دیگر عبارتند از من نمی توانم باور کنم که آن شکلات، بستنی یا شیرینی را خوردم. هیچ کنترلی روی خودم ندارم. من از خودم بیزارم. تا زمانی که چیزهایی را که می‌خورم کنترل می‌کنم، اوضاع مرتب است. من بیش از اندازه مهارناپذیر هستم. نباید دوروبر غذا بپلکم. نیازی نیست که بخورم. همیشه باید خوراکی‌هایی را که می‌خورم کنترل کنم. وقتی به غذا نگاه می‌کنم، چاق می‌شوم. من واقعاً عاشق غذا هستم. برخی افکار منفی دیگر که احتمالاً در ذهن شما کمین کرده است، عبارتند از لایق رفتاری هستم که دیگران با من دارند چون چاق و منزجر کننده هستم. برای اینکه به اندازه کافی زیبا نیستم نباید درخواست اضافه حقوق کنم. اگر نتوانم بدنم را کنترل کنم به رغم موفقیت هایی که در زندگی کسب کردم یک شکست خورده هستم. اگر به نیازهایم توجه کنم خودخواه تلقی خواهم شد. من آنقدرها هم عالی نیستم. من بی‌ارزش هستم. من دوست داشتنی نیستم. اگر سالیان دراز با این موارد کشمکش داشتید و ذهن شما با مقدار زیادی افکار منفی درباره ظاهرتان برنامه ریزی شده است، دو دفترچه یادداشت تهیه کنید. نگران نباشید. به افکارتان اجازه ندهید که داستانی را با محتوای اینکه چقدر شما بیچاره هستید بسازد. به سادگی هر گونه فکر منفی را شناسایی و یادداشت کنید. دریابید که چه کسی افکار شما را ایجاد کرده است. چنان که پیشتر هم صحبت کردیم، افکار منفی متعلق به شما نیست. آنها انرژی بازیافتی ذرات کوانتومی هستند که در کائنات در حال چرخشند. افکار خاص ذهن شما را مشغول می کنند. زیرا از زمانی که به دنیا آمده اید، دیگران آنها را در ذهن شما پرورش دادند. این موضوع برای اغلب افکار ما صادق است. بنابراین از دفترچه یادداشت خود در هر جایی که افکار، باورها و رفتار منفی وجود دارد استفاده کنید و از خود بپرسید این فکر از کجا می آید؟ این باور ریشه در کجا دارد؟ چگونه این رفتارم در من ایجاد شده است؟ چرا در صفحه هوشیار ذهن شما ظاهر شده است؟ اگر شما هزاران فکر منفی دارید ممکن است این کار برایتان ترسناک باشد، اما به من اعتماد کنید. اگر کشف کنید که هیچ یک از این افکار متعلق به شما نیست، حیرت زده خواهید شد. مهم نیست افرادی که نامشان را میبرید در قید حیات هستند یا نه. مهم نیست هنوز با آنها در تماس هستید یا نه.
مهم این است که آموزه‌ها، الگوها، باورها و رفتارهای آنها بر افکار، برخورد و اعمال شما تأثیر گذاشته است. والدین یا جانشینان آنها احتمالاً در بالای فهرست شما قرار می‌گیرند. ممکن است فهرست شما شامل معلمان، دوستان، مشاوران، خواهر یا برادر و معلم معنویتان باشد، یا می تواند شامل مجله دلخواه یا برنامه تلویزیونی مورد علاقه تان، شخصیت های دوست داشتنی در کتاب ها یا فیلم های مورد علاقه تان باشد. افکار منفی همان جادوگر عوض است. زمانی که او را در زندگیتان راه دادید، مستقیما شما را در جهت رنج، سردرگمی و جنگ با خود هدایت می کند و زمانی که آموختید چگونه آنها را کشف و شناسایی کنید، متوجه می شوید افکارتان دیگر قدرتی غیر از آنچه شما به آنها می دادید ندارند. تاریخچه خانوادگی شما. شما احتمالاً پی بردید که بسیاری از افکارتان به خانوادهتان برمی گردد، زیرا والدین شما بیشترین تأثیر را برای شکل دادن به محتوای ذهنی شما طی سالهای رشدتان داشتند. در ایام کودکی، الگوها، افکار و باورها در شما تثبیت شده است و تا وقتی نیاموزید چگونه با آنها برخورد کنید، با شما میمانند. داستان لیلی. اینک به داستان لیلی توجه کنید. او 59 سال دارد. قدش 165 سانتی متر و وزنش همیشه بین 50 تا 52 کیلوگرم است. لیلی اولین دختر بعد از 4 فرزند پسر خانواده بود. او کودکی لاغر بود و مادرش همواره به او توهین می‌کرد و به زور او را به غذا خوردن وامی داشت. متاسفانه مدام او را کتک هم می‌زد. از این رو به مرور زمان غذا تنها بخشی از زندگی لیلی شد که می‌توانست کنترلش کند. مادرش نیز مدام به او می‌گفت که بسیار لاغر و زشت است. زمانی که لیلی 12 سال داشت، تغییرات جسمی و بلوغش شروع شد و به رغم این تغییرات جسمی، عدم احساس امنیت لیلی نسبت به ظاهرش تمام عمر با او باقی ماند. گرچه او هم اکنون از بدن خود احساس رضایت دارد، مدام نگران چهره خود است. سپس همانطور که سنش افزایش می‌یافت، شکل و میزان انعطاف‌پذیری چهره‌اش نیز تغییر می‌کرد. هر بار به آینه نگاه می‌کرد، خود را برای زیبا نبودن سرزنش می‌کرد، درست مثل مادرش که سالها پیش او را سرزنش می‌کرد. زمانی که نامزدش از او جدا شد، اولین فکری که به ذهنش رسید این بود که به اندازه کافی جذاب نیست. این فکر درست مثل همان حرفی بود که مادرش در کودکی به او گفته بود که بعد از 50 سال هنوز بر زندگی و رفتار او تأثیر می‌گذارد. چرا باید احساسات خود را روی کاغذ بنویسم؟ به احتمال زیاد نوشتن احساسات در تمرین بعدی مشکل اما بسیار مهم است. افکار منفی که نسبت به اندام خود کشف کرده اید تأثیراتی مخرب در زندگیتان دارند. آنها رشد و پیشرفت شما را محدود کرده و لذت، فراوانی، انرژی و قدرت حیاتی را که لایقش بودید از درون شما حذف کردند. این افکار زندگی شما را مهار کرده و داشتن احساسات قوی نسبت به این افکار و انسانهایی که آنها را ایجاد کردند طبیعی است. با وجود این، آیا نباید فردی معتدل باشم؟ بدانید داشتن احساس منفی نسبت به مردم، حتی کسانی که دوستشان داریم، طبیعی است. این احساسات به این معنی نیست که دیگر از چشمتان افتادند. در حقیقت ما قوی ترین افکار منفی را نسبت به نزدیکترین افراد در زندگی داریم. به سادگی به خود اجازه دهید تا احساساتی را که برانگیخته می شود تجربه کنید، در حالی که می دانید اصلاً عشق یا تحسین شما را نسبت به آن افراد نمی کاهد. شما قرار نیست در این روند کسی را محکوم کنید. در عوض، افرادی که بیش از همه تحت تأثیر آنها هستید، اغلب کسانی هستند که بیش از همه به آنها علاقه مندید. این به معنی برچسب زدن به والدینتان یا شخص دیگری به عنوان مجرم نیست. این تنها موقعیت برای شناسایی افکاری است که شما را آزاد نمی گذارد تا بتوانید از باورها و رفتاری که شما را مغلوب می کند رها شوید. افرادی که با وسواس منفی نسبت به بدن بدون توجه به شدت آن سر و کار دارند، اغلب خودشان را سرزنش می‌کنند و نسبت به خود احساسات منفی دارند. ما برای نداشتن اندام مناسب، زیبا و کامل نبودن از دست خود ناراحت می‌شویم. اما این روند به شما کمک می‌کند تشخیص دهید مشکلی نیست، نبوده و نخواهد بود و بدین ترتیب از این الگوی نامناسب رها شوید. مشکل از افکار خود تخریبی است که زندگیتان را مهار کرده و در اختیار دارد.
بنابراین همه کس مقصر است. به یاد بسپارید قصد ما سرزنش کسی نیست. افرادی که بیش از همه بر شما اثر گذاشتند به یقین مقصرند. آنها افکار منفی را به شما انتقال دادند که شما را از داشتن زندگی آرام، لذت بخش و سرشار از فراوانی محروم کرده است. جای سرزنشی برای آنها هم نیست، زیرا این افکار منفی به آنها هم از طریق والدین و هم معلمانشان منتقل شده است. بیشک راه بهتری نیز نمی دانستند، زیرا به سادگی چیزی را انتقال دادند که خود آموخته بودند. اکنون برای متوقف کردن این چرخه، شما با فرصتی طلایی مواجه شده اید و با آگاهی از این الگوهای منفی می توانید آنها را تغییر دهید. می توانید راهی متفاوت بیابید و سپس آن را به اطرافیانتان نیز منتقل کنید. نامه‌ای بنویسید. بخش اول. اکنون که منشأ افکار خود را در تمرین قبل مشخص کردید، بنشینید و برای هر کدام از آنها نامه‌ای بنویسید. روی کاغذ یا در رایانه. در این نامه‌ها می‌خواهید با آنها بگویید که چگونه بر شما تأثیر گذاشتند و چگونه افکار و باورهایتان را در مورد بدنتان تحت تأثیر قرار دادند. شما قصد دارید توضیح دهید که چگونه افکار، باورها و رفتار منفی را از آنها آموختید و چگونه این موضوع بر زندگی شما تأثیر گذاشته است. اگر احساس خشم، ناامیدی و پوچی کردید، اشکالی ندارد. به تمام احساسات منفی در نامه اشاره کنید. هدف این است که بهبود یابید. اما اغلب نیاز داریم احساسات منفی خود را به منزله بخشی از این روند بیان کنیم. این بدان معنا نیست که شما آن فرد یا افراد را کمتر دوست دارید. این تنها بخشی از روند درمان است. زمانی که تمام نامه ها را نوشتید، جهت استفاده در تمرین بعدی در جای امن و مطمئن قرارش دهید. بخش دوم. اکنون یک نامه دیگر باقی مانده است که بنویسید. نامه‌ای به وسواس منفی نسبت به ظاهرتان، یا نامه‌ای به بی‌اشتهایی، سوء هاضمه، غذا خوردن احساسی یا اجباری، نارضایتی از بدن و هر چه کشمکش خاص شما را تشدید کند. بنابراین قلم و کاغذی را بردارید یا پشت میز رایانه خود بنشینید و نقشی را که وسواس منفی نسبت به بدن یا هر مشکل احساسی دیگر در زندگیتان ایفا کرده است تصدیق کنید. آیا زمانی که والدینتان با هم دعوا می کردند احساس امنیت می کردید؟ آیا وسواس منفی عشقی را که هرگز در محیط خانه احساسش نکرده بودید به شما نثار می کرد؟ آیا هنگامی که کسی شما را دوست ندارد آرامش دارید؟ آیا هنگامی که تنها می ماندید کسی را کنار خود داشتید؟ آیا وقتی مملو از ناامیدی بودید این حس به شما امید می بخشید؟ ببینید چه شد که این احساس در وجودتان رشد کرد و چه نقشی در زندگیتان ایفا کرده است. اکنون به وسواس منفی نسبت به بدن بگویید که چگونه به شما آسیب زده است. چگونه زندگی شما را کنترل کرده و از تندرستی و شادمانیتان جلوگیری کرده است. مشخص کنید که دارید خودتان را از این رابطه جدا می کنید. گرچه به دلیلی خاص رابطه خود را با وسواس منفی نسبت به بدن بیشتر کرده اید و او به نتیجه خیش دست یافته است. به او بگویید که دیگر بیش از این نیازی به آن ندارید. شما آماده اید برای خود زندگی کنید. بدون ذره شک و تردید بگویید که یک بار و برای همیشه این رابطه را تمام می کنید. و چنین افکاری دیگر وارد هیچ جنبه ای از زندگیتان نمی شود. زمانی که نوشتن نامه را تمام کردید، آن را کنار نامه های دیگرتان قرار دهید. داستان لیندا. مثال لیندا را در نظر بگیرید. او زمانی که به مربی من مراجعه کرد 54 سال داشت و از سالها بی اشتهایی روانی رنج می برد. گرچه اکنون کاملا بهبود یافته است، به علت اختلالات تغذیه با مشکلات جسمی زیادی روبرو است. او هنوز کمبود وزن دارد و بین شرایط غذایی و جسمی خود همواره در کشمکش است. این کشمکش از دوره کوتاهی که در دبیرستان اضافه وزن داشت شروع شد. لیندا به یاد می آورد که پدرش عادت داشت در مورد زیادی وزنش سخنانی آزاردهنده به او بگوید. از این رو با ناامیدی می کوشید نظر پدرش را جلب کند و وزنش را پایین بیاورد تا بتواند توجه و تایید پدر را به دست آورد. گرچه پدر لیندا اکنون در قید حیات نیست، لیندا هنوز باور دارد که اگر لاغر باشد دوست داشتنی است. زمانی که نمیتواند میزان مصرف غذای خود را کنترل کند، از دست خودش عصبانی میشود. پدر لیندا قادر به دادن عشقی بی قید و شرط نبود،
به همین سبب لیندا در تلاش برای دستیابی به این عشق به خود و بدنش آسیب رساند. با باور به این که اگر به اندازه کافی لاغر باشد، سرانجام پدرش آنگونه که او می‌خواهد دوستش خواهد داشت. او به محکوم کردن خود ادامه می‌دهد تا همچنان تأیید کسی را به دست آورد که دیگر نمی‌تواند عشقی را نثار او کند. لیندا برای رهایی از این وضعیت باید خود را با عشقی بی قید و شرط بپذیرد و تصدیق کند که پدرش بهترین کاری را که می‌توانست انجام داد. اما این برای لیندا در آن زمان کافی نبود. او عشقی که آرزویش را داشت دریافت نکرد. اگرچه حالا دیگر شروع به دادن عشقی لازم به خود کرده است. با انجام این کار او قادر به بخشیدن پدرش و تجربه عشق بی قید و شرطی خواهد بود که حق اوست. رویارویی با بی‌نظمی غذایی. بدانید که همه الگوها، رفتارها و باورهایی که دارید بنا به دلایلی در شما ایجاد شده است. و این موضوع به ویژه در عرصه کشمکش با وضعیتی نظیر بی‌نظمی غذایی یا احساس نفرت از بدن مصداق دارد. اغلب مردم این وسواس را در خود ایجاد می‌کنند تا از برخی آسیب‌ها در زندگیشان ایمن شوند. برای بسیاری بی‌نظمی غذایی امنیتی کاذب یا دوستی کاذب یا امید و آرامشی کاذب ایجاد کرده است. دلایل بسیاری وجود دارد که چرا این نوع اختلالات و وسواس‌ها را در خود پرورش داده‌اید. متاسفانه این وسواس ها دیگر خدمتی به شما نخواهد کرد. گرچه یک بی‌نظمی غذایی یا الگوی منفی دیگر می تواند آرامش موقتی ایجاد کند، در نهایت شما را نابود می کند و به جایی می رساند که فکر کنید همه چیز در تسلطتان است. در حالی که در واقع شما را کنترل می کند و اگر به او فرصت بدهید نابودتان خواهد کرد. خوشبختانه می توانید اختلاف و وسواس ها را نابود کنید و مهار زندگی خود را در دست بگیرید. هنگامی که تصمیم میگیرید وسواس منفی نسبت به بدن خود را از بین ببرید، نیاز خواهید داشت با برخی احساسات برخورد کنید و از ترس، خشم، عدم امنیت و درد دور شوید که البته این کاری دشوار است. بیرون بکشید و نابود کنید. اکنون که افکار وسواسی نسبت به بدن را شناسایی کردید، دریافتید از کجا سرچشمه می‌گیرد و احساسات خود را در مورد آنها شناسایی کردید، زمان نابود کردن آنها فرا رسیده است. زیرا دیگر بیش از این تأثیری بر زندگی شما نخواهد داشت. برای این تمرین شما به یک صفحه بزرگ، ماژیک‌های رنگی و چوب بیسبال، یک بالش و پاکت قهوه‌ای مخصوص خرید نیاز دارید. با ماژیک ها نظر خودتان را درباره اندامتان روی مقوای پوستری سفید بکشید. نیاز نیست طرحی دقیق باشد. همانقدر که احساس شما را درباره خودتان نشان دهد کافی است. خشم، پوچی، ناامیدی، عصبیت، تقصیر، خجالت و ناامیدی را رسم کنید. سپس در فضای سفید باقی مانده افکار وسواسی منفی خود و احساساتی را که از آنها منجر شده است بنویسید. کاغذ سفید بزرگ باید پر شود. ابتدا دید منفی خودتان از بدنتان، سپس افکار وسواسی منفیتان و احساساتی که آنها را همراهی می کنند بکشید. وقتی طرحتان به اتمام رسید، آنها را روی بالش بگذارید. سپس با چوب بیسبال به آنها ضربه بزنید. از تمام نیروی خود برای ضربه زدن به این صفحه استفاده کنید. و در همان هنگام بلند داد بزنید، فریاد بکشید و به این افکار و احساسات بگویید دیگر دوست شما نیستند و آنها را در زندگیتان نمی خواهید. شما می توانید چیزی شبیه جملات زیر را بگویید. دیگر دوست من نیستید. زندگیم را نابود کردید. خلاقیتم را گرفتید. اعتماد به نفس مرا از بین بردید. بیش از این در زندگیم به شما نیازی ندارم. ممکن است برای ادامه زندگی بجنگی، اما درخشش، زیبایی و خوبی من پیروز خواهد شد. بیش از این به تو در زندگیم نیاز ندارم. زیبایی و قدرت من آنقدر جذاب است که دیگر نمی توانید ادامه دهید و دوام بیاورید. هنگامی که به ضربه زدن ادامه دهید، مقوا به تدریج پاره خواهد شد. این کار را آنقدر ادامه دهید تا دیگر از صفحه چیزی جز تکه کاغذهای ریز ریز باقی نماند. اگر از چوب بیسبال خسته شدید، می توانید کاغذ را با دستانتان پاره کنید. زمانی که مقوا را کاملا نابود کردید، توده کاغذهای پاره را در پاکت قهوه‌ای مخصوص بگذارید. به پاکت قهوه‌ای موارد زیر را اضافه کنید. نامه‌هایی که به والدین، دیگر افراد اثرگذار و وسواس منفی نسبت به بدن نوشته بودید.
دفترچه یادداشتی که پر از افکار منفی وسواسی نسبت به اندامتان است. مکانی را بیابید که می توانید آتش روشن کنید و مطمئن باشید که جایی امن باشد. در ضمن همه جوانب امنیتی را رعایت کنید. پاکت قهوه‌ای را در شعله‌های آتش بیاندازید. اگر نمی توانید آتشی روشن کنید، پاکت را در درون سطل زباله بیاندازید یا دفنش کنید. در همین هنگام وقتی سوختنش را تماشا می کنید، جملات زیر را تکرار کنید. افکار منفی وسواسی، دیگر دوست من نیستی. تو انرژی حیاتی مرا گرفتی و مرا با باور این که به اندازه کافی خوب نیستم اغوا کردی. دو باورهایی را به من انتقال دادی که می گفتند من به اندازه کافی زیبا، قوی یا مهم نیستم تا تمام و کمال زندگی کنم. تو خلاقیت و ربوبیتم را گرفتی. دیگر جایی در زندگیم نداری. من از این روز به بعد در آزادی و بدون حضور تو زندگی خواهم کرد. از این لحظه با آرامش، لذت و عشق زندگی خواهم کرد و می دانم ذاتاً زیبا و سزاوار تمام خوبی‌ها، توجه و محبت هستم. این جملات تشریفاتی اتمام رابطه شما با وسواس منفی نسبت به بدن را مشخص و رابطه شما را با زیبایی، فراوانی، انرژی و حیات آغاز می کند. تبریک می گویم. اینک که افکار منفی و باورهای مخرب را نابود کرده اید، آماده ارتباط با ذات حقیقی و کشف زیبایی و حیات جاودانه در درون خود هستید. تعظیم کنید. می دانم این تمرین آسان نخواهد بود. اما وزنی را که بیش از حد به ذهن خود تحمیل کرده بودید در نظر بگیرید. شما در نبرد با وسواس منفی نسبت به بدن راه زیادی را طی کرده اید. اینک سخت‌ترین بخش به پایان رسیده است. شما با موفقیت علف‌های هرز را ریشه کن کرده اید و اکنون زمینتان برای کاشت گل‌ها آماده است. پس می‌رویم تا افکار مثبت را خلق کنیم. قدرت عبارات تأکیدی مثبت. عبارات تأکیدی مثبت نیروی شگفت‌انگیز دارند و می توانند برای تغییر زندگیتان مؤثر واقع شوند. در ادامه داستانی واقعی از نحوه خلق تغییر و تحولاتی ماندگار با استفاده از عبارات تأکیدی مثبت می خوانید. ساندرا بعد از یادگیری قدرت عبارات تأکیدی تصمیم گرفت آنها را با دخترش تمرین کند. دخترش در مدرسه ابتدایی درس می خواند و به ناتوانی در یادگیری دچار بود. او کودکی کم سن و سال بود که باوری ریشه‌ای را در خود پرورش داده بود که کودن است و نمی‌تواند چیزی یاد بگیرد. در ضمن در کلاس‌های آموزشی استثنایی شرکت می‌کرد که در نتیجه این باور او را بیشتر تایید می‌کرد. ساندرا سعی داشت تا دخترش جملات زیر را هر روز و عصر تکرار کند. من عاشق خودم هستم. من باهوش هستم. من به راحتی یاد می‌گیرم. گرچه دخترش در مقابل تمریناتی که آن را احمقانه می دانست مقاومت نشان می داد، پس از 6 هفته تمرین مداوم تغییراتی شگفت‌انگیز رخ داد. او توانست خود را به آموزش‌های مدرسه برساند و نگریشی مثبت در او به وجود آمد. در نتیجه به لحاظ آموزشی پیشرفت و روی قدرت ذاتی و استعدادهایش تمرکز کرد. تنها با استفاده از این عبارات تأکیدی ساده زندگی او برای همیشه تغییر کرد. دختر ساندرا از دانش آموزی تنبل به شاگردی موفق تبدیل شد و استعدادهای منحصر به فرد خود را در این مسیر کشف کرد. افکار مثبت. اکنون که با موفقیت افکار منفی را شناسایی کردید و از آنها رها شدید، اجازه دهید آنها را با افکار مثبت جایگزین کنیم. حال می دانید که افکار شما واقعیتتان را شکل می دهد. اگر به لذت، فراوانی و عشق فکر کنید، به مرور زمان لذت، فراوانی و عشق را تجربه خواهید کرد. افکار مثبت شما می تواند در مورد هر چیزی باشد که در زندگی می خواهید. اگر دیدید که به هر یک از افکار منفی خود فکر می کنید، اکنون جایگزین های مثبت برای آنها دارید. افکار منفی. من چاق و زشت هستم. من بسیار تنها هستم. غذا تنها همراه من است. اگر وزن کم کنم و لاغر بمانم، همه چیز عالی خواهد بود. اگر مثل او باشم، شاد خواهم بود. من هرگز عشق، غذا، پول، فراوانی، آرامش و امنیت کافی نخواهم داشت. من به اندازه کافی شایسته انجام یا در اختیار داشتن خواسته هایم نیستم. جایگزینی برای افکار منفی. من ذاتاً زیبا هستم و در همه حال به بدنم احترام می گذارم.
من با بدنم برای سالمتر و پرتحرک کردن آن تا حد ممکن کار میکنم. روی ذات حقیقی خود تمرکز میکنم تا عشق را پرورش دهم. من روابط عاشقانه‌ای خلق میکنم و یاد میگیرم که چگونه در هر حوزه از زندگیم تغذیه سالم داشته باشم. من ذاتاً زیبا و با ارزش هستم بدون توجه به آن چه دیگری فکر میکند و کاملاً در امنیت هستم و خود را در آغوش کائنات احساس میکنم. هر کدام از ما مظهر ربوبیت هستیم. همه ما زیبا هستیم. هر چیزی که آرزویش را دارم در زندگی من ظاهر میشود. چیزی کم ندارم. قصد من چیزی را که آرزو میکنم برایم خلق میکند. من همان گونه که هستم کاملم. من سزاوار داشتن، شدن و بودن هرچه میخواهم هستم. از این تمرین در تمام حوزه های زندگیتان استفاده کنید. این جایگزین ها میتواند مواردی را برای شما ارائه دهد که زیبایی و قدرت ذاتیتان را به شما یادآوری میکند. آنها را در کارت های 3x5 اینچی بنویسید و هر جا که می روید با خود داشته باشید. مرتب آنها را مرور کنید و به خاطر بسپارید که اغلب افکار شما اثر عادت است. تثبیت افکار منفیتان سالها زمان برده و اکنون برای تثبیت افکار مثبت مدتی زمان لازم است. هرچه بیشتر تمرین کنید و افکار مثبت را تقویت کنید، این افکار بیشتر حالت خودکار خواهد یافت. نامه های عاشقانه بنویسید. هنگامی که افکار مثبت را ایجاد می کنید، بهتر است مانند مرحله قبل دوباره نامه بنویسید. این بار برای همان افراد که بر زندگی شما تأثیر گذاشته بودند، نامه بنویسید. والدین شما، افرادی مانند معلم ها یا دیگر کسانی که عمیقاً بر رشدتان تأثیر گذاشته بودند. چه فرقی دارد؟ این بار بر تأثیر مثبت آنها در زندگیتان تمرکز کنید. چه افکار یا الگوهای رفتاری به شما انتقال دادند که مثبت و خوشایند بود؟ چگونه در موفقیت شما سهیم بودند؟ چگونه عادتها و بصیرت آنها به شما کمک کرد؟ این افراد چگونه در رشد شما سهیم بودند؟ آیا می توانید این نامه ها را به آنها نیز ارسال کنید؟ هر انسانی دوست دارد که دیگران او را تایید و تحسین کنند. اگر ممکن نیست نامه را برای آنها ارسال کنید، روند نوشتن نامه به خودی خود تأثیری شگفت بر تغییر جهت تمرکز شما بر عناصر مثبت درون خود و زندگیتان خواهد داشت. فقط به حرفهای من تکیه نکنید. امیدوارم حرفهایم را باور کنید. بنابر شواهدی بسیار، تفکر مثبت برای بهبود زندگی شما بسیار مؤثر است. دکتر دانیل آمن، روانشناس و اعصابشناس بالینی ثابت کرده است که چگونه افکار بر ساختار زیستی بدن انسان تأثیر می‌گذارد. ما با تغییر افکارمان می‌توانیم به راستی ذهن و زندگی خود را تغییر دهیم که عملکرد آن به این شکل است. زمانی که فکری به ذهن شما راه می‌یابد، مغزتان مواد شیمیایی آزاد می‌کند که در ادامه انتقال الکتریکی در سراسر مغزتان ایجاد می‌شود و شما از چیزی که به آن فکر می‌کنید آگاه می‌شوید. زمانی که عصبی، ناراحت و منفی نگر هستید، مغزتان مواد شیمیایی منفی آزاد می‌کند که باعث می‌شود احساس بدی داشته باشید. در نتیجه عضلات کشیده می‌شود. قلبتان تندتر می‌زند و ممکن است دستتان شروع به عرق کردن کند. وقتی پیوسته مثبت فکر می‌کنید، عضلات آزاد می‌شود. ضربان قلبتان کمتر می‌شود و در وضعیت آرام‌تری زندگی می‌کنید. از این رو به شیوهی شگفت‌انگیز علاوه بر اینکه ساختار زیستی بدنتان تغییر می‌کند، مغزتان نیز تحت تأثیر قرار می‌گیرد. شما می‌توانید افکاری را که می‌خواهید به آنها توجه می‌کنید، انتخاب کنید. مطالعه‌ای از عملکرد مغز در مؤسسه ملی سلامت ذهن انجام شد. فعالیت مغز 10 زن را بررسی و مطالعه کرد. در این پژوهش بر بخش خاصی از مغز به نام سیستم لیمبیک مطالعه شد. این پژوهش تخصصی زمانی انجام شد که زنان در مورد افکار خونسا، شاد و غمگین فکر می‌کردند. این بخش از مغز مربوط به احساسات انسان است و زمانی که وی فعالیت کمتری داشت در حالت مثبت و سرشار از امید ذهنی است و وقتی بیش از اندازه فعال است، منفی‌گرایی برایش به عادت تبدیل می شود. در ادامه به آنچه در این بخش از مغز رخ می دهد اشاره شده است. زمانی که افکار زنان خونسا است، اتفاقی خاص در مغزشان رخ نمی داد.
زمانی که آنها افکاری شادمانه داشتند، فعالیت اندکی در سیستم لیمبیک مغزشان وجود داشت. با افکار ناراحت، سیستم لیمبیک مغز بسیار فعال می شد. این مطالعه تأیید کرد زمانی که افکار شاد، امیدوارانه، مهربانانه، عاشقانه یا دوستانه دارید، مغز شما مواد شیمیایی آزاد می کند که به آرامش مغزتان کمک می کند و موجب می شود احساس بهتری داشته باشید. دست آخر، زمانی که از افکار منفی خود جدا می شوید و بر افکار مثبت تمرکز می کنید، می توانید به راستی به تغییر کارکرد مغز کمک کنید. علاوه بر این، افکار مثبت به بهبود سلامت و آرامش در هر حوزه از زندگیتان کمک خواهند کرد. نکاتی که باید به خاطر بسپارید. شما افکارتان نیستید. بسیاری از افکار از طریق والدین یا افراد نزدیک به شما منتقل شدند. شما می توانید تصمیم بگیرید به کدام فکر گوش دهید و کدام یک را نادیده بگیرید. افکار منفی که شما را گرفتار می کند شناسایی کنید و از آنها دور شوید. افکار منفی را با افکار مثبت جایگزین کنید تا شما را در جهتی که می خواهید حرکت کنید پیش ببرند.